سلام زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی سطح آینز. امروز اوبونگ این اون سوان سیش تمرین 21 از کتاب دویچ اوگن اون اشپاقشن آینز با هم کار میکنیم. زایت اختون فیرسیش صفحه 48 از کتاب دویچ اوگن اون اشپاقشن. موضوعی که این تمرین رو از او بس شده سوزاتس اوبونگ بیگ داگ یعنی چی؟ یعنی مکمل سوزت کسی مکمل او بونگم تمرین، یعنی مکمل سازی همین تمرین یا تمرین مکمل سازی. دیکتاکت یعنی چی؟ دیکته گرفتن، یعنی که اوغن زی بیت دین تکس اون شغای بین زی. شما گفته همین بخش شنیداری گوش کشیم و تکس بنویسیم که مایه از شما املا یا دیکته یا انشا بگیریم. خب شغای بین زی دیکن زی دین تکس اونتن اب، گفته شما همی تکس پایینیر گفته بچینیم. اب دکن یعنی چیدن، گفته همی بچینیم تا از زمین بخش یک که چیزایی که میشنوی که به طور مثلا گفته لیزا اون پاول گهین ایسن، لیزا و پاول میرن به ایسن و که برم قضا بخورم. گهین ایسن، گهین فعل رفتنه که برم قضا بخورم. لیزا اون پاول و باقی. ببینیم که ای چی میگه بخش شنیداری کتاب، با هم گوش میکشیم و بعد شما باید که چیزهایی که او میگه بنویسیم تا از آخر باز ببینیم که همه چیزهایی که نوشتیم با خود مو بخش کلید از او یا بخش جواب از او یا تکس کامل از او سر بدیم، ببینیم چه کجاهای از او مشکل داره. موضوع در مورد همین رستوران و کافه و اینای، چون دو تمرین قبلی از بخش دید تفصل دید در این مورد بود، پس این هم در و اونا ربط میگیره، با هم گوش میکشه. دی اوبونگ 21 زوزتز اوبونگ دکتات. Hören Sie bitte den Text und schreiben Sie. Lisa und Paul gehen essen. Lisa und Paul gehen in ein Restaurant. Sie haben Hunger und wollen etwas essen. Der Kellner kommt und Lisa bestellt einen Apfelsaft, einen Salat und Brot. Paul nimmt ein Wasser und Spaghetti mit Tomatensauce. Das Essen schmeckt sehr gut. Sie reden und lachen viel. Sie essen auch ein Schokoladeneis. Das Eis ist sehr lecker. Nach dem Essen bezahlt Paul die Rechnung. Der Abend war sehr schön. Sehen Sie jetzt den Text an und vergleichen Sie. خب حالا ببینیم که چیزهایی که شما نوشتیم تا تکست همو چیزه یا کدام فرقی میکنه. Sehen Sie jetzt den Text an und vergleichen Sie. An sehen یعنی دیدن، گفته حالا ببینید شما den Text، بخاطر اینجا آرتیکل تکست دیره چون فعل زین اکوزاتیو سازه دین تکس شده. ان اون فرگلایشن زی فرگلایشن هم کسی مقایسه کردنه، گفته حالا مقایسه کنیم شما. لیزا اون پاول گین ایسن، ایر که ای بخش اینجی داده بود. لیزا اون پاول تا اینجی بود، متباقی دیگه باید خود شما می نوشتیم. لیزا اون پاول گین این این رستورانت، لیزا و پاول میرم در یک رستورانت. زی هابن هنگا اون وله اتواز ایسن، هنگا یعنی همو گروس نبودن کسته، پس همراه فعل هابن میایه ایش هابه هونگا به گرسنی هم، پس باید بفهمین که هونگا یعنی گرسنگی همراه فعل هابن میاد. زی هابن هونگا، اونها آنها داشتن یا بودن گرسنه. اون وولن و میخواستن اتفاس ایسن، یه چیزی بخورن. در کلنر کمت اون لیزا بشتت اینن اپفل زافت، یا همو
کلینر آمد و لیزا بشتل هم سفارش دادن میشه. آمد این بشتل و لیزا سفارش داد اینن اپفل زافت یا گمو جوس یا مو آب میوه سیب. خب ببینیم که فعل بشتلین هم اکوزاتیف سازه و زافت هم کسه آرتیکل یا اپفل زافت مسکولین دیره به خاطر اینن شده. ای و همچنین ببینید اگه هم سفارش شده اینن زالات در زالات بیده بازم اینن زالات شده یک سالات اون بغوت و نان. پاول نمت این واسا اون شپاگیتی می توماتن زوسه و پاول هم کسته امو یک آب این واسا یک منظوری از امو آب مدنی بوده یک واسا آبه و اون شپاگیتی آشیا رشته فرنگی می توماتن زوسه همراه سوسه گرجه فرنگی. دس ایسن اشمیک زیر گود همو قضا هم کستم گفته مزی و اشمیکن فعلیه که یعنی مزه دادن تست کردن گفته قضا خیلی مزی و عالی بود خوب بود. زی غیدن اوند لاخن فیل آنها غیدن صحبت کردن اوند لاخن و خندیدن فیل زیاد با هم منزل نبود. زی ایسن آخ ان شکلادن آیس و آنها خوردن همچنین این شکلادن آیس یعنی همو بستنی شکلادی. دس ایست زیر لکه دس آیس ایست زیر لکه همینی بستنی هست زیر لکه. زیر لکه کسی یعنی چیزی که خیلی خوشمزه باشه میگن زیر لکه. پس میگن به بسینی خیلی خوشمزه بود. نختم اسین به سالت پاول دی قشنون بعد از غذا خور غذا به سالت به سالن کسته هموی پرداخت کردن پولی نرمال زیر میده پاول دی قشنون پرداخت کرد پاول دی قشنون امو صورت حسابه در هابند وار زیر شون همی بعد شام یا عصر بود زیر شون خیلی زیبا. خب ببینیم اینجا گفته لکا همی خود لکا مساوی میشه دست ایسن اشمک زیر گود یعنی غذا یا مو غذا خیلی خوشمزیه. خب اینجا مربه غذا گفته خب اینجا به آیس اور استفاده کرده یعنی این خیلی خوشمزیه. حالا برمیگردیم دوباره به این بخش و ببینیم که حال بخش اوغل دوباره مندازنم ببینیم میتونیم شما این از او بنویسیم یا نه. با هم گوش میکشیم دوباره بخش شنیداری دی Übung 21 Zusatzübung Diktat. Hören Sie bitte den Text und schreiben Sie. Lisa und Paul gehen essen. Lisa und Paul gehen in ein Restaurant. Sie haben Hunger und wollen etwas essen. Der Kellner kommt und Lisa bestellt einen Apfelsaft, einen Salat und Brot. Paul nimmt ein Wasser und Spaghetti mit Tomatensoße. Das Essen schmeckt sehr gut. Sie reden und lachen viel. Sie essen auch ein Schokoladeneis. Das Eis ist sehr lecker. Nach dem Essen bezahlt Paul die Rechnung. Der Abend war sehr schön. Sehen Sie jetzt den Text an und vergleichen Sie. خب این بخش دوباره هم گوش کشیدیم و حال میتونیم که جوابارم که با هم کار کردیم و منام کردم. خب و همچنین نگفته نمونه فعل نیمین که هسته ایر برای شما نگفتم پاو نیمت این واسا اون اشپکیتی می توماتین زوز. خب فعل نیمینه و از جمله فعل های بیقایدیه که امو حروف واول یا صدا داری و تغییر شکل میده. ببینیم اینجی نیمین ای بوده به ای تبدیل شده خوی نظر به فایله
اما معنای از این میشه برداشتن، خوردن، گرفتن. خب بهتر میگفته پاول نیم، پاول خورد یا برداشت یا گرفت این واسا اون اشپاگیتی می توماتن زوسه. گفتم می فعلا نیمه نرم با ایادم رفته بود که کار کنم، ایرم برای شما گفتم. پس تا فصل بعدی که فامیلی موضوع سر همون خانواده، خدا یارو نگهدار شما.